دو تابعیتی ها در میان اطباع خارجی که مقام های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بیشترشان را به اتهام های جاسوسی دستگیر و زندانی کردند اغلب پس از آزاد شدن خود را گروگان توصیف کردند که برای باجگیری و یا گرفتن امتیازهای سیاسی زندانی شده بودند. آزادی جولی کینگ و مارک فیرکین شهروندان استرالیایی متهم به جاسوسی که دیروز انجام گرفت به گفته مقام های استرالیایی حاصل مذاکرات اساس بوده است که با آزاد شدن یک دانشجوی ایرانی از استرالیا همراه بود اما کایلی مور گیلبرت یک شهروند استرالیایی کماکان با اتهام جاسوسی و محکومیت حبسی ده ساله در زندان به سر میبرد گزارش پیشرو به نقل از خبرگزاری فرانسه حاوی جزئیات بیشتر درباره آنهایی است که بازداشتشان تایید و یا آزاد شدند تهران بازداشت کامیل احمدی مردم شناس بریتانیا ایرانی را روز یک اکتبر تایید کرد و مدعی شد که اتهام او جاسوسی است. نازنین زاغری از سال 2016 به اتهام تلاش در براندازی رژیم زندانی شده است. او با دختر 22 ماهش برای دیدار خانواده به تهران رفته بود. کابوس سید امامی، کانادای ایرانی فعال محیط زیست با اتهام جاسوسی برای غرب در زندان جمهوری اسلامی جان باخت. مرگ او را خودکشی اعلام کردند اما خانوادهش این ادعا را رد می کنند. فریبا عادلخواه فرانسوی ایرانی اسلامشناس در دانشگاه پاریس در جریان دیداری از ایران در ژوئیه امسال زندانی شد یولیا یوزیک روزنامه نگار روس روز 3 اکتبر به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت شد دولت روسیه با احضار سفیر ایران خواستار آزادی فوری این روزنامه نگار شده است مایکل وایت سرباز آمریکایی به اتهام اهانت با آیت الله خامنه ای به دو سال و به اتهام چاپ عکس خصوصی در رسانه ها به ده سال زندان محکوم شده و دوران محکومیت را می‌گذراند. او ماه جویه برای دیدن دوست دخترش به مشهد رفته بود. جیو وانگ پژوهشگر آمریکایی چینی در سال 2016 به عنوان عامل نفوذی بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است. غلامرضا شاهینی ایرانی آمریکایی که برای دیدار خانواده به تهران رفته بود به تام عامل نفوذی غرب زندانی شده است. غر و سیامک نمازی بازرگانان آمریکایی ایرانی نیز از سال 2016 به اتهام همکاری با دولت آمریکا زندانی شدند. بازداشتگانی که آزاد شده و به کشورهایشان بازگشتند عبارتند از نلی ارین شهروند فرانسوی که در سال 2018 به اتهام ورود غیرقانونی زندانی شده بود. نزارزاکا، لبنانی مقیم آمریکا که به دعوت دولت ایران به تهران رفت و به اتهام جاسوسی به ده سال زندان محکوم شده بود. عباس عدالت دو تابیتی دیگر که در آوریل 2018 به اتهام جاسوسی زندانی شده بود. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار، امیر حکمتی کشیش سعید آبدینی و نصرت الله خسروی شهروندان دو ایرانی آمریکایی و متیو ترویتک دانشجوی آمریکایی در سال 2016 در پی امضای توافق هسته برجام در جریان مبادله زندانیان آزاد شدند. زمان پژوهان صدای آمریکا